اطلاعیه 1401، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان. خدا ناباوران مدعی هستند که برای اینکه انسان خوبی باشند، نیازی به خدا و نمایندگانشان ندارند. حتی به کتاب‌های کهنه و قدیمی که مقدس شمرده شوند و چگونه بودن و زندگی کردن را به آنها دیکته کنند، نیازی ندارند. اما دولت جمهوری اسلامی ایران قوانین سختگیرانه‌ای درباره خدا ناباوری یا به طور کلی افراد مرتد دارد. زیرا در قوانین اسلامی حکم ارتداد برای مرد اعدام، چه توبه کند یا نکند، و برای زن حبس ابد در صورت عدم توبه است. بر اساس ماده 513 قانون مجازات اسلامی، هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیا یا ائمه اهانت نماید، اگر مشمول حکم سب و نبی باشد، اعدام می شود و در غیر این صورت به حبس از 1 تا 5 سال محکوم خواهد شد. بر طبق گزارش اتحادیه جهانی انسانگرا و اخلاقگرا، در مقایسه با سایر کشورها، افراد مرتد در کشورهای اسلامی با شدیدترین برخورد روبرو می شود. ایران یکی از 7 کشوری است که مجازات افراد مرتد در آن اعدام است. افراد مرتد در ایران شهروند حساب نمی شود و از حق و حقوق شهروندی نیز محروم هستند. آنها برای برخورداری از این حقوق باید خود را پیرو یکی از 4 دین رسمی کشور، اسلام، مسیحیت، یهودیت و یا زرتشتی اعلام کنند. گرچه پیروان همین ادیان رسمی هم مورد تبعیض، آزار و سرکوب و خشونت قرار می گیرند و دولت جمهوری اسلامی ایران عقاید دیگر به غیر از تشیع 12 امامی را بر نمی تابد. علی دشتی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل نوشتن کتاب 23 سال با کهولت سن شکنجه شد و به اعدام محکوم شد. محسن امیر اصلانی زنجانی، روانشناسی که به دلیل ایجاد طریقه و نیز خرافی دانستن زنده ماندن یونس در شکم ماهی اعدام شد. شاهین نجفی، خواننده و شاعر، به دلیل خواندن ترانه نقی با واکنش‌هایی از سوی ملاهای وابسته به دولت جمهوری اسلامی ایران روبرو شد. برخی از مراجع تقلید وی را مرتد و ترانه اش را مصداق سب النبی اعلام کردند. علیرضا شیر محمد علی، زندانی سیاسی عقیدتی ایرانی بود که شامگاه خرداد 1398 در زندان تهران بزرگ فشافویه هدف حمله 2 تن از زندانیان بزهکار قرار گرفته و پس از مجروح شدن با 30 ضربه چاقو سلاخی شد. ارسلان رضایی که برای اولین بار خبر ترور ایشان در صفحه کانال تلگرامی سپاه سایبری پاسداران منتشر شد. این کانال از عبارت به درک واصل شد در خصوص قتل رضایی استفاده و از ادمین خرافات کده با عناوینی چون توهین کننده به مقدسات دینی، معاند و ضد اسلام یاد کرد. سهیل عربی، وبلاگ نویس، به اتهام اهانت به مقدسات اسلامی از طریق مدیریت صفحاتی در فیسبوک به اعدام محکوم شد که اکنون در بدترین شرایط در زندان رجای شهر کرج علارغم نیاز به رسیدگی پزشکی از حق مرخصی و دریافت خدمات درمانی محروم است. و همچنین 2 نفر آتئیست در بند زندان شیبان اهواز محبوس هستند. یکی از آنان حجت المحمود است که به اتهام شعار نویسی در ایزه، داشتن کانال، تبلیغ ضد دین و سوزاندن قرآن بازداشت شده است. حجت در بازداشتگاه اهواز به شدت شکنجه و بر اثر شکنجه دستش فلج شده است. و صدها اسامی دیگر که پیوسته همکنون به خاطر دگراندیشی و خدا ناباوری محکوم به زندان و اعدام و ترور هستند. زندان‌های ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر
دست و پنجه نرم می کند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر بیماری ها و آسیب های جسمی گوناگون که می توان گفت اکثر این افراد بیماری ها را از زمانی که در زندان محبوس گردیده اند به آن مبتلا شده اند، اما مسئولان قضایی و امنیتی در زندان های ایران از این مسئله به عنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده می کنند که این مورد ناقض ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. در پایان ما با اعتقاد به آزادی عقیده و بیان آن بر اساس مواد 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر خواهان آزادی فوری بلا شرط کلیه زندانیان عقیدتی می باشیم. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. روی علامت زنگوله کلیک کرده و گزینه آل را انتخاب فرمایید. لایک و یا دیسلایک نموده و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.